انتخاب دونالد ترامپ به نظر شما چه تأثیری میذاره بر سیاست‌های آمریکا، به خصوص در مورد بریتانیا؟ سپاسگزار و عذر میخوام از صدایی که در اطرافم هست، در لابی هتل هستم و عذر میخوام از این نظر. ببینید، خب آقای کیر ستارمر نخست وزیر انگلیس و وزیر خارجهشون آقای دیوید لمی چند هفته پیش در برای مجمع عمومی سازمان ملل که در آمریکا بودن با آقای ترامپ شام خوردن با هم و با هم ملاقات خوبی داشتن دو سه ساعتی و صحبت‌های خوبی اونجا انجام شد. البته خب همیشه می‌دونید به طور سنتی حزب کارگر وقتی در انگلستان سر کار هست با دموکرات‌ها بهتر سر و کار دارن و کار می‌کنن و جمهوری‌خواهان با محافظه‌کارها. و خب این از اینجا بایستی ببینیم که آقای کیر ستارمر یک وکیل حقوق بشر هست در حقیقت و با یک بیلیونر بیزنسمن بزرگ آمریکایی که حالا رئیس جمهور آمریکا هم شده بایستی ببینیم چطور میتونن کنار بیان و عمل بکنن. خب صحبتهایی بوده که آقای دیوید لمی وزیر خارجه انگلیس مدت‌ها پیش بر علیه آقای ترامپ گفته بوده و دیروزم در مجلس عوام خانم کمی بدناک رئیس جدید حزب محافظه‌کار دولت رو زیر سوال برد از این نظر که آیا معذرت خواهی میکنن از آقای ترامپ از این نظر. و موضوع دیگه‌ای که اخیراً برملا شد که فعالین حزب در حقیقت حزب کارگر انگلستان در انتخابات آمریکا رفته بودند و برای خانم کاملا هریس مبارزه انتخاباتی میکردن و کمک میکردن در مبارزه انتخاباتی ایشون. و خب اینها مسائلی هستش که یه مقدار مشکل برانگیزه، ولی هدف اصلی بریتانیا در موضوعش با آقای ترامپ این خواهد بود که بتونن بعد از این جریانات برکسیت یک قرارداد آزاد در حقیقت بازرگانی و تجارتی از آمریکا بگیرن که امکانش وجود داره، ولی به این سادگی ها و به این راحتی ها نیستش که بتونه انگلستان یک قرارداد راحتی در با آمریکا بگیره. و از اون گذشته آمریکا طبق اونچه که آقای ترامپ گفتن تعرفه های زیادی بر روی تجارت با انگلستان خواهند گذاشت. یکی از مسائلی که مطرحه فراتر از مسائل داخلی خود انگلستان و رابطش با ترامپ، موضع‌گیری ترامپ در خصوص مسائل اروپا، به خصوص الان جنگی که توی اوکراین هست یکی از دغدغه هاست. به نظر شما چقدر سیاست ترامپ با سیاست بریتانیا همخونی داره؟ خب ببینید، بریتانیا تمام این مدت که جنگ اوکراین برقرار بوده کمک‌های شایان نظامی به اوکراین کرده و خب و قول هم داده، آقای کیر ستارمر نخست وزیر قول داده که به این کمک‌ها ادامه بده. حالا با اومدن آقای ترامپ در کاخ سفید بایستی ببینیم وضعیت به چه صورتی در میاد، پیمان ناتو به چه صورت عمل خواهد کرد با اومدن آقای ترامپ. و در نتیجه این مسائلی هستش که بایستی بهش توجه بشه. البته من فکر نمی کنم از روز اولی که آقای ترامپ بیاد سر کار بخواد کمک‌های نظامی رو قطع بکنه، روابط رو طوری بکنه که روسیه دست بالاتر و آزاد بگیره و بخواد هر کاری که میخواد در اوکراین انجام بده. بایستی صبر کنیم و ببینیم. مشکل هست، میدونید آقای ترامپ سیاست این داره که مداخله نکنه خیلی در کار کشورها و فقط به اون موضوعی بپردازه که آمریکا رو در وهله اول قرار بده و بتونه آمریکا رو پیش ببره تو موفق بکنه، قبل از اینکه به هر گونه مسائل دیگری بپردازه. سپاسگزارم از شما، مهمان ما بودید. نامدار بقای یزدی، استاد دانشگاه و کنشگر حقوق بشر از لندن.